بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالیم که چهلمین پنجشنبه افتتاح‌های بزرگ امروز اختصاص پیدا کرد به بخش شرکت‌های دانش بنیان هم در زمینه تولید واکسن که امروز شاهد افتتاح دو نوع واکسن مهم بودیم و هم تولید واکسن‌های دیگری که انشاءالله در ماه‌های آینده به بهره برداری میرسه، برای ما بسیار حائز اهمیت، هم از لحاظ امنیت غذایی برای ما مهمه، هم از لحاظ اقتصادی برای ما مهمه، هم از این نظر که خب ارزی که در این زمینه مصرف میشه. اشاره کردن به این که برای تهیه این واکسن ها 200 میلیون یورو ما در سال باید حالا این واکسن ها رو خریداری بکنیم اگر مشکلات دیگه نباشه، و این افتخاری است که ما رو پای خودمون وایسیم، خودمون تولید بکنیم و انشاءالله صادر بکنیم. همه این واکسن هایی که داره تولید میشه به اندازه نیاز داخلی میتونه تولید بکنه، میتونه توسعه پیدا بکنه و نیازهای برخی از کشورهای منطقه رو هم حل بکنه، و همچنین در زمینه کارخونه های نوآوری که بسیار حائز اهمیت، در واقع فضای کشور ما رو فضای علمی میکنه. من میخوام یک تعبیری بکنم و اون اینکه این کارخونه های نوآوری در واقع و همچنین پارک های فناوری باعث میشه که سلسله حرکت دانشگاهی ما قطع نشه، چون در سابق طرف میرفت درس میخوند، حتی اکثر حالا تو مراحل تحصیلات تکمیلی تا پی اچ دی دکترا ادامه میداد، قطع میشد. امروز با این کارخونه های نوآوری در واقع تحصیل ما ادامه پیدا میکنه، تحقیقات ما ادامه پیدا میکنه، پژوهش های ما ادامه پیدا میکنه و ما میرسیم هم به یک اقتصاد پربار، هم اقتصاد پاک، و هم میتونه از لحاظ علمی و فناوری کشور رو بی‌نیاز بکنه و قدرت علمی رو میتونم بگم بعد از ایمان، که ایمان بالاترین قدرته، قدرت فرهنگی ما هست، بعد از این قدرت فرهنگی شاید هیچ قدرتی بالاتر از قدرت علمی و فناوری نباشه. این قدرت در همه زمینه ها، در زمینه دفاع کشور، در زمینه اقتصاد کشور، در زمینه توانمندسازی کشور برای رفاه مردم میتونه واقعا این فناوری ها نقش اساسی داشته باشه و حرف اول رو در کشور ما بزنه، و من خوشحالم که امروز افتتاح ما در این زمینه بود. باز هم انشاءالله تا پایان دولت فرصت هایی داریم که شرکت های دانش بنیان ما یا حتی کارخونه های نوآوری ما، فناوری ما، و همچنین در زمینه واکسن، در زمینه گاما، همه اینهایی که ما امروز افتتاح داشتیم باز هم افتتاح‌های بیشتری داشته باشیم. حالا من برمیگردم به این بحث به یک صورت دیگر. امروز از طرف دیگر روزی است که برای ما هم ایام سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی است. من میخوام این رو بگم، شاید بدون استثناء در طول ریاست جمهوری هر کجا که افتتاح مهمی داشتم در دل یاد کردم از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، و وقتی که زنده بودن یاد میکردم از ایشون. ایشون یک چهره ای بود که برای آبادانی کشور، برای سازندگی کشور زحمات بسیار زیادی کشید. یاد و خاطره و نام و کارهای بلند او رو ما گرامی می‌داریم، برای ما ارزشمند. این راه رو ما باید طی بکنیم، باید الگو باشه. ایشون هم در انقلاب، هم در دفاع مقدس، هم در زمینه سازندگی، هم در زمینه فرهنگ که حالا یه نمونهش دانشگاه آزاد بود،
کارهای بسیار بزرگی رو انجام داد. تقریبا روز رحلت ایشون همزمان تقریبا با شهادت امیر کبیر که اون هم بزرگترین سردار سازندگی تاریخ ایران بود در قرن قبل، و امیر کبیر تونست پایه‌گذاری بکنه علم، فناوری و تمدن نوین رو در کشور ما، که خب نگذاشتن زنده بمانه و او رو به شهادت رسوندند. برای ما بسیار مهمه که از این الگوهایی که الگوهای فداکاری بودن، الگوهای خدمت بودن، الگوهای صبر و تحمل بودن، الگوهای همت بلند بودند، و من میخوام تأکید کنم وقتی اینا فراجناهی میشن، وقتی اینا با اعتدال و با اخلاق زندگیشون توأم میشه، زیبایی خاصی پیدا میکنه. البته جناح حزب سر جای خودش خوبه، منتها برای موقت. اینا چیزاییست وقتی دائم میشه و میتونه تأثیر گذار باشه، تأثیر ناسالم بذاره در فعالیت، در همکاری. یه حزب خوبه حزب باشه، فعال بشه، بره موفق شه در یه انتخابات، پیروز شه، ولی وقتی پیروز شد دیگه از همه شایسته ها استفاده کنه، نه اینکه فقط از حزب خودش، اون یکی حزب بذاری کنار. و خب ما میبینیم وقتی این رقابت ها افراطی میشه چه وضعی پیش میاد. امروز اونچه دیشب، اونچه امروز در آمریکا شاهد اون بودیم، واقعا اولا نشون داد دموکراسی غربی چقدر فشله و چقدر سسته و بنیانش یه بنیان قویی نیست. و ما دیدیم که در این کشورها متاسفانه علارغم اینکه علم پیشرفت کرده، صنعت پیشرفت کرده، عوامگرایی چقدر زمینه داره، و یک آدم پوپولیست آمد چه بلایی در این 4 سال بر سر کشور خودش آورد، آبرو و حیثیت کشور خودش رو خدشه‌دار کرد، روابط آمریکا رو با کل دنیا دچار مشکل کرد، چه ضربه‌های بزرگی به منطقه ما زد، به فلسطین زد، به سوریه زد، به یمن زد، به این منطقه و همه مناطق جهان. خب می‌بینیم یک آدم ناسالم وقتی میاد و قدرت رو در دست می‌گیره چه مشکلاتی رو برای کشور خودش و برای دنیا به وجود میاره. امیدوارم این درس عبرت باشه برای همه دنیا و درس عبرت باشه برای حاکمان بعدی کاخ سفید بیان، و اونهایی که 2 هفته دیگر میان و قدرت رو در دست میگیرن جبران بکنن، برگردونند به اون جایگاهی که باید ملت آمریکا داشته باشه که ملت بزرگی است، و شرایطی که روابط جهانی و بین المللی باید با هم داشته باشه، به عقل، به قانون، به تعهد برگردند واقعا، به نفع خودشونه، به نفع جهان هست. و ما امیدواریم شر آدمهایی که کم سواد هستند در اداره کشور و دنبال منافع خانوادگی و فردی خودشون هستند، شر اینها از سر کشورشون، از سر دنیا کم بشه، و انشاءالله ما شاهد یک شرایط بهتری در منطقه و جهان باشیم. خب اینا نشون میده که ما چه مقدار اخلاق برای ما مهمه، چه مقدار اعتدال برای ما مهمه، و چه مقدار در یک جامعه به فکر مردم بودن. من اینجا میخوام یاد کنم یک بار دیگه از شهید عزیز ما، شهید سلیمانی. هیچ من ندیدم که جناحی حزبی فکر کنه، همیشه به فکر مردم بود، نه به فکر مردم خودمون، حتی به فکر مسلمان ها بود، به فکر منطقه بود، و خدمات بزرگی به کل منطقه کرد، به مردم کرد. خب ما ممکنه داخل یک جناح و یک حزبی رشد کنیم، حتی با تکیه بر یک جناحی موفق شیم، قدرتی رو دست بیاریم،
اما در این حال وظیفه ما اینه نسبت به تمام ملتمون، همه مردممون دارای هر سلیقه‌ای هستند، هر ایده‌ای هستند، هر قومیتی هستند، به همه خدمت کنیم، نسبت به همه اونها تواضع بکنیم. و خب این روزها روزهایی است که باید یاد کنیم از 19 دی شهدای بزرگ قم، که اونا یک حرکت بازگشت ناپذیر رو در تاریخ ایجاد کردن. خب در تاریخ ما حرکت برای نهضت و انقلاب و تحول و اینها بود در مقاطع مختلف، بعد از یک مدتی متوقف می شد. اما حرکت 19 دی مردم قم یک حرکت بازگشت ناپذیر ایجاد کرد. این حرکتی که چهله به چهله در شهرهای بزرگ و در نهایت منتهی شد در یه زمان کوتاه، این حرکتی که در دی ماه آغاز شد ثمره روشنش رو در دی ماه سال 57 ما دیدیم با فرار شاه، و ثمره نهاییش رو در بهمن ماه همه مشاهده کردیم با پیروزی انقلاب اسلامی. درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدای عزیز 19 دی قم و همه شهدایی که در طول تاریخ انقلاب و بعد در جنگ تحمیلی جان خودشون رو فدا کردند. به اونها درود و سلام میفرستیم و همچنین آرزوی صبر میکنیم برای عزیزانی که یاران خودشون، اقوام خودشون، فرزندان خودشون رو در هواپیمای اوکراینی همین 18 دی پارسال متاسفانه از دست دادند. براشون دعا میکنیم، برای عزیزانشون که اون جهان هستند، برای مقامشون و برای خودشون، برای صبرشون و مقاومتشون. حادثه بسیار تلخ، دردناک، باور ناکردنی. حالا از اشتباه یک فرد نشأت گرفت این، و اون اشتباه هم از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفت. همه اینها البته روی سهو و روی خطا بود صورت گرفت، اما حادثه خونبار و دردناکی رو به وجود آورد، مخصوصا در این هواپیما. یه از نخبگان ما در این هواپیما بودند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. انشاءالله دادگاه ما در یک بررسی دقیق و در یک دادگاهی پرشکوه این پرونده رو بررسی میکنه و نتیجه نهایی این دادگاه میتونه آرامش بخش واقعی خانواده ها و همچنین جبران کننده اون لطمه‌ای که به جایگاه هوانوردی در جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد، انشاءالله این دادگاه همه اونها رو جبران خواهد کرد. خب ما امروز در افتتاح‌های چهلمین پنجشنبه ما یک نکته بسیار مهمی رو باید بهش توجه بکنیم، و این که در دنیای امروز دیگه قدرت اقتصادی در اختیار معادن و نفت و فولاد و اینا نیست. بله اونا هم سر جای خودشون جایگاهی دارند، اما امروز فناوری و نوآوری در واقع فکر هست که آمده جای معدن نشسته. و خب این ایده نو، ببینید یک ایده یک فرد تحصیل کرده تبدیل میشه هم به خودکفایی گاهی ما رو بی‌نیاز میکنه، هم تبدیل میشه به رفاه مردم، هم تبدیل میشه برای اشتغال عده جوان تحصیل کرده، و هم یه درآمد بزرگ برای خودش به وجود میاره. امروز بزرگترین شرکت‌های اقتصادی دنیا شرکت‌های نفتی و معدنی نیستن، شرکت‌هایی هستن که مربوط به همین فناوری‌های نو هستن. ما باید نسل جوانمون رو تشویق کنیم
که از افتخارات دولت 11 و 12 این بود که در زمینه شرکت‌های دانش بنیان یک کار بزرگی رو انجام داد. همونطوری که آقای دکتر ستاری گفتن، کاری که این دولت کرد فقط این بود فضا رو عوض کرد، و این خیلی مهمه که فضا یه وقتی تبدیل میشه به فضای درس خوندن و مدرک گرفتن و منتظرین نشستن که کدام اداره صداش کنه که بره پشت کدام میزی بنشینه. اما یه وقتی ما فضا رو عوض میکنیم، میگیم که وقتی دانشگاه تمام شد تازه اول کار اینه که از اون دانش، از اون علم استفاده کنیم، بهره برداری بکنیم برای جامعه ما، برای خودکفایی ما. واقعا جوانهای ارزشمند ما و دانشمند ما امروز در بخش‌های مختلف که دارن کار میکنن، دارن فعالیت میکنن، وقتی آدم میبینه نتیجه کار اونها رو، گاهی وقتا ما همپای کشورهای صنعتی داریم حرکت میکنیم تو بعضی از زمینه‌ها، تو بعضی از زمینه‌ها علم‌ها و نوآوری‌ها ما امروز خیلی فاصله نداریم. مثلا در نانو ما دهم نیستیم دیگه، امروز ما هشتم نیستیم در نانو، ما چهارمیم در دنیا. بنابراین ما داریم الان شانه به شانه بزرگان علم در زمینه نانو ما هم داریم کار میکنیم، داریم تلاش میکنیم. در زیست فناوری که حالا این واکسن ها جزء همین زیست فناوری بود که امروز افتتاح شد، کار بسیار بزرگ و عظیمی امروز داره انجام میگیره. ما وقتی در داروسازی امروز داریم قدم‌های نهایی رو برمی‌داریم، در واکسن داریم قدم‌های نهایی رو برمی‌داریم. یه خورده تلاش کنیم در واکسن دامی، در واکسن انسانی ما میتونیم خودکفا بشیم، رو پای خودمون وایسیم. در همه تجهیزات مدرن و پیچیده‌ای که ما امروز نیازمند هستیم هنوز به خارج، میتونیم همه اونها ما به خودکفایی برسیم. خب ما دیدیم یه مش جوون در یک شرکت دانش بنیان که کمپرسورهای عظیم نفت و گاز رو اینا الان دارن تولید میکنن در داخل کشور ما، همه اینها نیازمند به خارج بودیم. پس این فضا، این اکوسیستم بسیار مهمه در کشور ما ایجاد میشه. این که در هر استانی یک یا چند کارخانه نوآوری داشته باشیم، اینا همه با هم جمع شن، وقتی توی سالونی همه جمع میشن، همدیگر رو میشناسن، از همدیگه کمک میگیرن، همدیگر رو یاری میکنن، همفکری میکنن، از نکات مثبت همدیگر درس میآموزن، شتاب دهنده ها در کنار اونها هستن، کار اونها رو تسهیل میکنن، خود به خود یه عده دیگه که بازار رو در دست دارن میان با اینها وصل میشن برای اینکه محصول اینها رو صنعتی کنن، محصول اینها رو ببرن در بازار. خب اینا همه ارزشمنده. در واقع این کارخونه نوآوری یک زنجیری است، از دانشگاه شروع میشه به این کارخونه و بعد از این کارخونه به صنعت، به مراکزی که بتونه محصولات رو تولید بکنه و بعد به بازار خودش رو وصل بکنه. خب اینا، این کارخونه الان یک زنجیره بسیار مهمی است که در استانهای ما تشکیل میشه و میتونه یک تحول عظیم و بزرگی رو در کشور ما ایجاد بکنه و خلق ثروتی برای ما بکنه، متکی بر فکر، متکی بر ایده، متکی بر فناوری، که برای ما بسیار ارزشمند. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این زمینه دارن تلاش میکنن، همه استاندارانی که برای کارخانه نوآوری و تأسیس اونها دارن فعالیت انجام میدن، و همچنین همه اونهایی که در زمینه مسائل حقوقی و مالکیت فکری دارن تثبیت میکنن این مقررات رو که اعتماد بیشتری به جوانهای ما بدن. از همه اونها سپاسگزارم و انشاءالله ما شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه علم و دانش و فناوری در کشور عزیزمون ایران خواهیم بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.